به نام خداوند بخشنده مهربان. مبارزه در برابر فساد مسئولیت دینی ملی و اجتماعی ما است. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم فرموده است: ولا تبغی الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین. هرگز در زمین در پی فساد مباش، بیگمان الله مفسدان را دوست ندارد. گواهی می دهم نیز معبود بر حق جز الله یکتا بی همتا، و گواهی می دهم که سرور ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود و رحمت و برکات خداوند بر او و بر آل و اصحاب و پیروان راستین آنها باد. اما بعد، بی تردید فساد پدیده منفی است که باعث از بین رفتن انرژی و توانایی افراد و کشورها می شود و معنی فرار ساختار و توسعه می باشد. بنابراین همه شرای اسمانی با اتفاق از همه انواع و اشکال فساد هشدار داده و منع نموده است، چنانچه خداوند متعال بر زبان حضرت صالح علیه السلام فرموده است: ولا تعصوا فی الارض مفسدین. در زمین به تباهی نکوشید. و بر زبان حضرت شعیب علیه السلام فرموده است: ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. و چیزهای مردم را کم ندهید و حق آنها را ضایع نکنید و در زمین به فساد نکوشید. و از زبان حضرت موسی علیه السلام حکایت میکند که به برادرش گفت: و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. مردم را اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی نکن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: اما کسی که رضای الله را بخواهد از امام و حاکم اطاعت کند، مال خوب را انفاق نماید و با شریک خود آسان گیرد و از فساد کاری به پرهیز کند، پس همه خواب و بیداری از پاداش است. و فساد دارای اشکال متعددی می باشد. خطرناکترین آن همان فسادی است که به تخلفات مالی و اداری برمی گردد، چی از طریق تجاوز بر مال عام بوده باشد، یا از طریق تقصیر در ادای مسئولیت وظیفوی، یا واسطه بازی و رشوت و غش، چون همه این امور از باب خوردن اموال مردم به باطل است، چنانچه خداوند متعال می فرماید: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. و اموالتان را در بین خود بباطل و ناحق نخورید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: نفرین خداوند بر رشوت دهنده و رشوت گیرنده. و در حدیث دیگری گفته است: برخی از مردم بنا حق در اموال الهی دخل و تصرف می کنند، روز قیامت برای آنها آتش یعنی دوزخ خواهد بود. و همچنین گفته است: گوشتی که از حرام تغذیه نموده است داخل بهشت نمی شود، آتش جهنم به او بهتر است. همچنین فرموده است: کسی که در امر ما خیانت و غش کند از جمله امت من نیست. و بدون تردید مبارزه در برابر فساد مسئولیت دینی ملی و اجتماعی می باشد، چون مسئولیت دینی از اصلاح نفس، تربیت آن بر تقوا و ترس از خداوند و ناظر دانستن و ناظر دانستن او در خفا و اشکارا شروع می شود. خداوند متعال می فرماید: و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. هر کجا باشید او با شماست و الله با آنچه می کنید بیناست. همچنین فرموده است: ان الله کان علیکم رقیبا. بیگمان الله همواره بر شما مراقب و نگهبان است. همچنین غرس نمودن ارزش های رزگویی، امانتداری، وفا و غیر از اینها ارزش های برتر در نفس واجب است، چون مسلمان واقعی اصلاحگر از نفسات پیشه. خداوند متعال فرموده: ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. با آیا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند مانند مفسدان در زمین قرار می دهیم؟ آیا پرهیزگاران را مانند بدکاران قرار می دهیم؟ اما مسئولیت ملی و میهنی تقاضا می کند تا ارزش های وفاداری و وابستگی به وطن، تعمیق احساس مسئولیت در برابر مال عام و مرافق عمومی، نشر فرهنگ نزاهت و شفافیت بر حدود وسیع اجتماعی تقویت گردد و باید دست مفسدان، تخریبگران گرفته شود. خداوند متعال مفسدان در روی زمین را به شدیدترین انواع
مجازات وعد نموده است، چنانچه می فرماید انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. سزای کسانی که با الله و پیامبرش می جنگند و در زمین به فساد می گوشند فقط این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند، با دست راست و پای چپ آنها به عکس یک دیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیا است و در آخرت عذاب بزرگی خواهد داشت. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر اشرف خلق سرور ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. مسئولیت اجتماعی تقاضا می کند تا فرهنگ عمومی مخالف فساد تقویت گردد و رقابت آگاهانه اجتماعی به خطر فساد بر مجتمع تحقق گردد، تا باشد نقش نهادهای دینی و آموزشی و رسانه‌ای فعال گردید، چون خداوند متعال فرموده است فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم. پس چرا از امتهای پیش از شما خردمندانی نبودید که مردمان را از فساد در زمین بازدارند مگر اندکی از آنان که نجاتش دادیم؟ در آیت دیگری فرموده و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. همچنین این امر از ما تقاضا می کند تا گناه هیچ مفسد را ستر نکنیم و باید همراه دستگاه های کشفی در اشکار سازی هر گونه فساد همکاری نمایم تا که استقرار همه مجتمع تحقق گردد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است مثال کسانی که حدود الهی را رعایت می کند و آنها و آنانی که رعایت نمی کند مانند گروهی است که سوار کشتی می شوند و با غرکشی برخی از آنها در وظیفه در طبقه بالا و عده آن تر طبقه پایین قرار می گیرند. آنانی که تر طبقه پایین قرار می گیرند برای دسترسی به آب به طبقه بالا رفت و اما آمد می کنند، لذا می گویند بهتر از برای اینکه مزاحم همسفران خود در طبقه بالا نشویم سوراخی در طبقه پایین ایجاد کنیم، از دریا آب برداریم. اگر مسافران طبقه بالا مانی آنها نشوند و آنها را با تصمیمی که گرفتند آزاد بگذارند همگی هلاک یعنی غرق می گردد و اگر مانی آنها شوند همه آنان نجات می یابند. پروردگار مصر و همه کشورهای جهان را از هر بدی محفوظ بدار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.